سلام به دوستان، 8 و 10 دقیقه است. ممنون میشم که تشریف بیارین سر کلاس. اسم فیلم که من نمایش دادم Rise and Rise of Bitcoin هست. فکر میکنم خیلی بسیار عالی، فکر میکنم خیلی راحت بتونید از روی اینترنت دانلود کنید. حالا هم نسخه اصلیش رو میتونید ببینید، هم نسخه دوبله شده شو به زبان فارسی. یه فیلم دیگه هم هست به نام دیپ وب. همچنان که به این سوالات پاسخ میدین من ممنون میشم، چون من یه فیدبکی از کلاس میگیرم که ببینم چه جوریه. این دوستانی که صفحه اینستاگرام ما رو دنبال نمیکنن لطفا این کار رو انجام بدن، فارسی یا انگلیسی توی همین اینستاگرام سرچ بکنن ثروتیار، صفحه ما رو میبینن. اون تو من یه سری اطلاعاتی که خیلی مثلا دیگه حالا بقول امروز نگی دیگه بیات شده رو میذارم، ازش استفاده بکنید. ما رو هم میتونید تو تمام شبکه های اجتماعی با اون هشتگ ثروتیار سرچ کنید، هم لینکدین داریم، هم تلگرام داریم، اینستاگرام داریم و تو یوتیوب. و خدمتتون عرضم که دیگه همشون هستیم دیگه. من آدرس کانال یوتیوب من بنویسم. تا خدمتتون عرض شود که بله، پیش رو آساکم اتفاقا از دوستان خوبی هستن که تو این زمینه خوب فعال هستن، رو حوزه ماینینگ و کیف پولای سخت افزاری هم اینا کار میکنن، میتونید از خدماتشون استفاده کنید. اسم کانال یوتیوب من کریپتو فاندر هست، فاندر با این مدل. و خدمتتون عرض شود که 100 تا ویدیوی آموزشی تو حوزه کریپتوکارنسی دارم. یه سری مواردی هم که شما اینجا میبینید خب قسمتش هم اونجا میتونید مشاهده کنید. فقط نکتهش اینه که این 1000 تویی که با هم صحبت کردیم خیلی راحت شما، من که این مسیر رو رفتم میتونم شما رو از تو این 1000 توی بگذرونم. نه تنها دوره من، بلکه تمام دوره هایی که توی حوزه اصلا دوره های آموزشی که به زبان فارسی هم داره برگزار میشه، شما میتونید همین مباحث رو توی اینترنت پیدا کنید. اما پیدا کردنش یه بحثه و حالا برقراری ارتباط بین این مباحث. و همین خاطر میخوام بهتون بگم خیلی چیز عجیب و غریبی برخورد نکردین، خیلی راحت میتونید خودتون پیدا بکنید. اما شما با این کارتون که اومدین یه دوره رو بگذرونید، سرعت ورود به بازارتون رو ضرب در 1000 کردید. و این 1000 رو مبالغه هم نمی کنم، بهتون ثابت میشه که چقدر تأثیر داره. خب این سوالا رو اگر آقای مهندس یوسفی بذارید و دوستان همه شرکت بکنن، تقریبا 9 تا بقیه دوستان الان فکر میکنم 13 نفر تو کلاس حضور دارن، خواهش میکنم این سوالات رو جواب بدین. هیچ اسمی رو من نمیبینم که نگران این باشی، بلکه بر اساس فقط جواب ها به من یه اسکرین شات در نهایت میدن که من میتونم از اون استفاده بکنم. پس یادتون باشه بعد از این کلاس حتما اون کاری که گفتم روی گوگل کروم و فایرفاکستون انجام بدید. یه دونه نرم افزار چیز هم لایسنس داره خدمتتون هست، آنتی ویروس بخرید. خیلی شاید هزینه‌ای نداشته باشه ولی ارزشش رو داره، چون شما مطمئن باشین تو این بازاره همه دنبال اینن که سر همو بتراشن. تو قسمت کلاهبرداری یه چیزایی بهتون میگم که باورتون نمیشه چه پولایی زدن رفتن. حتی یه کانسپتی هست به نام آربیتراژ. یه مقدار کلاسون بره جلو میگم، نمیخوام یه دفعه تو یه جلسه یه حجم دیتا بهتون بدم اذیت بشین. یه شرکت اسپانیایی بهت آربیستار بوده اسم موتورش، خیلی هم موتور خوبی بود، 22-23 هزار نفر تو دنیا ازش استفاده میکنن، الگوریتم قوی داشت و همه هم داشتن ازش بهره میگرفتن. 100 میلیون دلار از جیب سرمایه‌گذارش زد و گفت آقا موتور من یه جا اشتباه کرده بود و فلان و بهمان پیچید و
که چند وقت اخیر پیدا کردن که این 100 میلیون دلار بیت معادل بیت کوینی که به قول معروف از جیب مشتریاش زده برده تو دارک وب و اونجا چنج کرده. خیلی قصه داره دارک وب، یه داستان سیلک رود داریم که با هم میبینیم و که بهش میگن ویکی‌پدیا مواد مخدر که چجوری کار کرده، چجوری تونسته یه گینه گندهی بگیره. FBI البته گرفترشون ولی حالا هنوز کیف پوله هست. جالبه 966 تا. من رفلکسی صدامو دارم آقای یوسف، فکر کنم بعد شما زحمت بکشید میکروفونت ببندی. جناب مباشر فرق ببخشید، الان من نظرسنجی رو قرار دادم، حالا دوستان هم یه تعدادی پاسخ دادن. الان من فایل پاورپوینتتون رو آوردم، هر زمان که تشخیص دادید که دوستان نظرسنجی رو شرکت کنن فقط کافیه که سمت راست بالای پاورپوینتتون یه علامت سه خط هست، روی اون کلیک کنید، گزینه هاید رو که بزنید نظرسنجی ها نمایش داده میشن. بسیار عالی، ممنون از لطفتون مهندس. خواهش میکنم، در خدمت. و این خیلی داستانای مهمی داره و بهش میپردازیم. یکی از دغدغه های دوستانی که بیت کوین میخرن، صدای من الان خوب میاد یا نه؟ اوکی، بسیار عالی. من چون مایکو زدم به یقم دیگه جلو ذهنم نگرفتم، گفتم شاید مثلا شما افت صدا داری. خب بسیار عالی. من اسم این نرم افزارا رو، یکیش ماینر بلاک بود دوستمون عزیزمون که تو همین اسلایدا هست. شما اسلایدا رو میتونید از زیر این ویدیو تصویر من که میبینید یه بالاش نوشته فایل، این مجموعه اسلایدا رو دانلود بکنید. جلسه سکشن اول دارید که میتونید حالا مراجعه کنید، اون تو هم گفته شده. حجم مطالب تو حوزه کریپتوکارنسی فوق‌العاده زیاده و ما توی یه نقطه‌ای به هم میرسیم که من شما رو به اصل منبع انگلیسیش وصل میکنم، چون همه بچه‌ای که دارن ترجمه میکنن، کانتنت پرووایدرهایی که تو ایران هستن، اکثرا دارن همونا رو دوبله به فارسی ترجمه فارسی میکنن. خیلی هم چیز سختی نیست، یه سری اصطلاح داره که این جلسه با هم یاد میگیریم. الباقیش هم که شروع میکنید خوندن و حالا یه روشای بهتون خواهم یاد داد که چجوری ازش بتونیم نهایت استفاده رو ببریم. ببین، بحث دولت‌ها بلاکچین هست. یه اتفاقی میفته. ببینید، همیشه فساد وجود داشته دیگه تو سازمان‌ها، توی همینه که مثال زدم، مثلا کارت جعلی پایان خدمت، پاسپورت جعلی، گواهینامه جعلی، همه چی جعلیش هست. یه خونه رو به 200 نفر میفروشن. حالا جدیداً مثلا یه مقدار داستان عوض شده، ولی اینو احتمالاً شنیدین یا از نزدیکانتون مثلا یه خونه خریدن که به 6 نفر دیگه فروخته، چند نفر دیگه هم فروختن. حالا اینا رو بستری به وجود اومده که اطلاعات واضح نبوده، حالا میاد روی بلاکچین، روی زنجیره بلوک، همه ترانسپرنت میشه. پس اعتمادسازی بین شهروندان، کاهش عرض شود که آقای حقیقی دوست عزیزمون، اگر سوال داریم آخر کلاس که میخوام یه مقداری سرعت بدم که مطالبمون رو بتونم منتقل کنم، عذرخواهی میکنم دیدم دستتون رو بلند کردین، فقط آخر کلاس من جواب شما رو خواهم داد، سوالا رو مطرح می‌کنیم، یه راه هم برای این ارتباط پیدا می‌کنیم. کاهش پتانسیل فساد سوء استفاده از کاهش هزینه ها و بهبود کارایی اثر بخشی، افزایش اعتماد بین دولت و سیستم های مدنی و آنلاین هست. ببینید مثلا این چریتی ها هست که به فرض خوب شد گفت اینا تصویر نیست، من آقای باقری دقت نکرده بودم که شعر نزده بود، شعر اولی رو زده بودم، دومی شعر نکرده بود سفر. خب تصویر من دارین الان دیگه، ممنون هستیم که اگه همیشه مشکلی پیش میاد برای من همونطوری تحت لفظی بنویسیم، چون فارسی به هم ریخته است من نمیتونم بخونم، سریع متوجه شم. بحث چرتی ها رو دیدین، مثلا اون سیل بود تو زلزله کردستان بود که آقای علی دایی یه روستا رو تقبل کردن، بازسازی کردن، چقدر آدم های دیگه هم اومدن گفتن، یه شماره کارت دادن گفتن آقا بریزید، ولی همون آدم ها چکای برگشتی داشتن که از این پولایی که رفت خود رفت و چکاشون پاس شد و خیلی کارهای بد اخلاقی داشتیم، هیچ وقت نمیشه آدم، و باعث تأسفه این بد اخلاقی ها. توی چرتی ها این اتفاق زیاد میفته.
حالا جالبه که یک کانسپتی داریم به عنوان بلاکچین و چریتی ها که تمام ورودی اینها مشخص میشه. الانی که ما حسابامون بسته است و اجازه نمیدن دسترسی داشته باشیم، بهترین نقطه برای چریتی ها استفاده از ظرفیت بلاکچین و کریپتوکارنسیه. تو کریپتوکارنسی یه نه بزرگ به محدود کردن میده، به تحریم میده. من بحثم دور زدن تحریم نیست، اصلا اون یه آدرس غلطیه که بعضیا دارن با بلاکچین به مردم میدن. چیزی به نام بلاک کردن حساب وجود نداره، مسدودی حساب وجود نداره. مدل اجتماعی فرهنگی عوض میشه. با هم توی این دوره زیاد در خصوصش بحث خواهیم کرد. حفاظت و نگهداری از داده ها و اطلاعات حساس دولتی هست. ببینید مثلا اتفاقات که مثلا توی بن کرمان افتاد، یه سری خونه ها با خاک یکسان شدن، ویران شدن. مالکینش مالکینه که